یک شاخ گل، برنامه شماره 77. یکی دلداده با دلدار طناز، یکی دلداده با دلدار طناز، به دشت اندر همی شد دوش با دوش. به راه اندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش. سراینده ابیاتی که شنیدید در شاعری سبکی داشت بین خراسانی و عراقی. مضامین قدیم و جدید را استادانه به هم می‌آمیخت و با لطفی خاص نتیجه اخلاقی در آن می‌گنجانید. نام و تخلصش رشید و شهرتش یاسمی بود و چون به دو زبان خارجی فرانسه و انگلیسی آشنایی کافی داشت، علاوه بر ترجمه پاره ای از آثار بیگانگان، من جمله تاریخ نادرشاه، ادبیات فارسی در دوران صفوی و قاجاریه، مقام ایران در تاریخ اسلام، قطعاتی از اشعار بیگانه به نظم شیرین فارسی کشیده، از آن جمله است داستان گلی که در دنیای غرب به نام فراموشم مکن مشهور است. یکی دلداده با دلدار طناز، یکی دلداده با دلدار طناز، به دشت اندر همی شد دوش با دوش. به راه اندر یکی شط خروشان، پدید آمد همه موج و همه جوش. گلی زیبا پدید آمد بر آن آب، فشرده دیو امواجش در آغوش. بگفت آن شوخ کاش این گل مرا بود، که زینت دادمی از وی بر و دوش. در آب افکند عاشق خویشتن را، همان ناگشته یار از گفت خاموش. چون گل را پس از رنج فراوان، به چنگ آورد از او شد طاقت و هوش.
بازوی یارش فکند و گفت و جان داد. سوی یارش فکند و گفت و جان داد. بگیرین گل، بگیرین گل، مکن ما را فراموش. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 77 بود که با همکاری الهه تنظیم یافته. آهنگ ابو عطا از تجویدی، ترانه از نواب صفا، گوینده روشنک.